خب سلامی دوباره نوکر همتون سجاد هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال گپ اسپورت، جایی که توش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم. و توی این ویدیو همونطوری که میبینید میخوایم زیباترین و بدترین کیت های امسال لیگ خودمون رو انتخاب کنیم. اما بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون نه که حتما ویدیو رو لایک کنید، چون اگه لایک نکنید نیمار و بنزما نمیاد اینو ساب کنید و زنگوله رو هم بفشارید. خب آقا بریم سراغ لباسا. کیت اول برای آلومینیوم عراک. خب انصافا کیتشون قشنگه، مثلا رنگ سبز و سفید آیکونی که خود آلومینیوم رو داریم اینجا. بعد بالای لباسشون هم یه طرحیه که فکر کنم لوگوی خود شرکت آلومینیوم هی تکرار شده، دقت کنید. خب در کل بخوایم نگاه بکنیم انصافا خوبه، یعنی نمیخوام بگم خیلی قشنگه ولی خوبه، به نظرم کاملا میتونیم به این لباس آلومینیوم بدیم. کیت بعدی هم برای استقلاله، تاج و شاخداری. کیت استقلال هم خدایی آخه هیچی نداره، مثلا بگی یه طرح جالبی، یه رنگ خوشی، واقعا هیچی من نمیتونم، هیچ نکته مثبتی از پیرن استقلال نمیتونم پیدا کنم. این لباس فصل قبلشون قشنگ بود، یه طرح طلایی زردی بودش، بعد کلیت لباس هم که آبی بود، اون واقعا قشنگ و اصلا برازنده مثلا یه قهرمان لیگ بود. ولی این چی آخه، مثلا چهار تا دونم چنگ ببره چیه، اصلا واقعا نمیتونم. خیلی خوب نیست لباس استقلال جدا بخوام بگم. حالا نمیذاریم خیلی زشته ولی متوسط میذاریم، بقیه لباس هم هستن، لازم شد بالا پایین هم میتونیم کنیم، هیچ دشواری نداره. اما بریم سراغ کیت بعدی، نفت آبودان. آجی نفت هم هر سال همینه، هیچ فرقی از سال پیشش من نمیدونم هیچ تغییر جزئی کوچیکی داشته، یعنی این طراح لعنتی فقط کپی پیست بابا لام استبی چیزی اضافه کن به این پیرن، هر سال همینو دارید میزنید. واقعا اجازه بدید نپذیرم، این نفت آبودان از هر لحاظ داره به هیچ ظلم میشه، نه پول بهش میدن نه بازیکن میدن هیچ چیز، پیرن درست حسابی هم نمیزنمش، خیلی زشته میزنم نفت آبادان. و حالا بریم سراغ کیت تیم پر هوادار. هوادار آقا محمود، ببینم با چه لباسی این فصل پا به میدون گذاشته. ببینم من که بگم، من رنگ بنفشو کلا خیلی دوست دارم، خیلی رنگ جذاب و خاصیه، ولی آجی هوادارم الان دو سه سال توی لیگ تقریبا همه، یعنی تغییر خیلی خاصی انجام نشه رو پیرنشون، یه تغییرات اون ریز اون پای میبینی، مثلا نماد چی اون مولکول کروموزومه چی ولی میگم هوادارم یه خورده تکراریه، شاید بتونن یه طرح ذره جذابتر نوتری وارد کنن این طرحهاشون. هوادار رو هم اجازه بدید که من روی متوسط بذارم. و حالا بریم سراغ کیت ملوان کبیر. ملوان آقا من قبلا دیده بودم کیتشون رو، انصافا جذاب و زیباه، اصلا شما کارو بگیر رنگ بندی رو ببین، آبی خوشگل با این سفید با اون طرحهای مثلا لنگر رو ببین اون وسط پیراهن گذاشتن، دیگه نماد شهر انزلیه دیگه، کشتی و دریا و انزلی و ملوان و اینا. بعد تو اون بخش سفیدی پیراهنم نگاه کنید، یه طرحی هست که محو داره میشه، انگار اون المان قوه، قو هم که میدونید دیگه تو لوگوی خود ملوان یه قوه که وسط لوگوشونه. بعد باز یه نکته خیلی جذاب دیگه که تو پیراهنش شون هست، آستیناشون رو دقت کنید الهام گرفته شده از دریاه، یعنی این پیراهن هم لامصب شیکه، هم المانای توش به کار رفته که مربوط به اون شهره، مربوط به اون تیمه. و کلا به نظر من پیراهن این فصل ملوان یکی از پرفکت تریناست، خاطر همین اجازه بدید که من ملوانو بذارم رو خیلی قشنگه، کلا به چشم هوادار و مخاطب خیلی ارزش قائل این باشگاه. شما مثلا برید پیج اینستای ملوان و بقیه تیم لیگ مقایسه کنید، ببینید چه ویدیوها عکسای اینا درست میکنن، چه ویدیو عکسای بقیه تیما درست میکنن. حالا نمیدونم چه تیمی داره روی زیبایی ملوان کار میکنه، ولی انصافا کارشون از بهترین است مبادا. خب حالا بریم سراغ تیم بعدی، پیکان کبیر. پیکان امسال یه تفاوت عمده داشته کیت امسالش با کیت های سال قبل. سال قبل معمولا کیت اولشون رنگ اصلیش سفید بود، امسال هم یه رنگ خیلی قشنگ و ملو شیک آبی من سیتی انتخاب کردن واسه خودشون، چه خب انصافا جالب و قشنگ، ولی خیلی طرح خاص و چشمگیری روی لباسشون نیست، صرفا یه خطای عمودی افقی چیه من هنوز این دوتا رو نمیدونم، فقط اونا روی پیراهن داریم دیگه، چیز خاصی به چشم نمیخوره واقعیت. پیکان رو هم اجازه بدید من روی متوسط میذارم، حتی شاید روی خیلی، نه خیلی زشت دیگه انصافا قدم بد نیست. و حالا میرسیم به کیت سپاهان کبیر.
من کیت سپاهانو میبینم، تنها نشته مثبتی که توی کیتش میبینم این پایینشه. این طرح خوشگل سنتی ایرانی که کار کردن روی لباسش، اون اسپانسرای بالا چیان ناموسن، یعنی بالای پیراهنشون دوتا گرید جرارد چیه نمیدونم، خیلی اصلا افتضاح. بعد قشنگ سیشماخ کرده تو لباس، اینا رو برداشتم به نظرم خیلی بهتر میشد. سپاهانم واقعتش ازش انتظار زیاد دارم تو کیتو، یه شهر صنعتی اصفهان، اونقدر خلاقیت دارین توی شهرتون، این همه خرج بازیکن میکنی آقای ساکدیه 4 میلیون هم بدید پیرن رو سای واسه طراحی کنید، چی آخه این؟ این هم اجازه بدید میذارم متوسط، یعنی بجز اون طرح پایینش که واقعا جالب و جذاب بود بقیه پیرن کلن ریدمان بود. حالا بریم سراغ مس رفسنجان و کیت عجیبش. از این لحاظ من کیت مس رفسنجان رو میگم عجیب که رنگ بندیشون رو من واقعا درک نمیکنم. سبز و نارنجی یعنی متضادترین شکل رنگ بندیه که شما میتونی واسه یه پیرن انتخاب کنی. بیشتر منو یاد مثلا هند میندازه این رنگ بندی سبز و نارنجی، و اگه بخوای فقط پیراهنشون رو نگاه کنی انصافا جالب و جذابه، یعنی یه نارنجی خوشتنگ، حالا یه رگه های از سبز رو هم میبینی، ولی دیگه با شورت و جوراب سبز مثلا بعد پیرن نارنجی واقعا نمیتونم بپذیرم و خیلی بدم میاد. اجازه بدید من مثل رفسنجان خیلی زشت انصافا اصلا دوست ندارم. هر موقع بازی مس میبینم این کیتشون رو پوشیدن اصلا خیلی اسمه، واسه چی باید سبز با نارنجی تو یکی کنی لعنتی. حالا برویم سراغ تراکتور. شراره شراره دلم آروم نداره، شرانه شرانه. با کیت تراکتور هم خوبه ها، ولی اینم به نظرم واقعا چیزی نداره که بگی به به عجب پیرن قشنگی. رنگ بیس که همون قرمزه، خب مثلا میشه نماد تراکتور قرمزه، ولی اون طرحی که مثلا روی پیراهن اون مشکیه، اونا مثلا نشونه چیه؟ به چه دلیلی اونجاست اونا؟ شما مثلا واسه ملوانو دیدی اونا با دلیل مثلا لنگر گذاشتن وسط سینه‌شون که نماد مثلا انزلی و کشتی و ایناست، ولی این اشکال هندسی که روی لباس تراکتور اصلا دلیلش چیه من متوجهش نمیشم. حالا اگه شما میدونید چیه تو کامنت ها بگید. به تراکتور هم من میذارم متوسط، شاید خوبم میتونیم بذاریم ها، نه خوب نیست انصافا، متوسط ها زیاد دارم میشم، ولی من هم متوسط میذارم تراکتور. و حالا بریم سراغ پیراهن خوشگل این واسه گلگوهر سیرجان. گلگوهر جان امسال به نظر من از لحاظ کیت واقعا ترکونه دیگه، اصلا چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چقدر شکیل. شما این طرحی که روی کل پیراهن به کار رفته رو ببینید، یه طرح اسلیمی اصلا زیبا، جذاب، ایرانی، سنتی. روی یقهشون هم نگاه کنی باستی طرح گلیم مثلا فرشای ایرانی روی یقهشون کار شده به صورت سفید، اصلا واقعا جذاب، یعنی خیلی قشنگه پیرن. من خیلی عشق می‌کنم با پیرن گلگوهر، 100% بدون شک من ایشونو میدارم روی خیلی قشنگه، واقعا زیباست، واقعا زیباست. ان شاءالله پول دستمون بیاد بریم بخریم، هم واسه گلگوهر هم واسه ملوان. پیرن بعدی هم ما نساجی مازندران. نساجی هم من از موقعی که با نساجی آشنا شدم همینه پیراهنشون، قرمز پیراهن، سرمه‌ای تور شورت و جوراب. من واقعا هیچ نکته خاصی تو لباس نساجی این فصل نمیدونم، اگه شما میبینید به ما هم بگید. آجی من نساجی هم میذارم رو خیلی زشته، معذرت میخوام از نساجی چیای عزیز، ولی واقعا ما 15 سال همین، یه طرح خاصی یه چیزی اضافه کن به این پیراهن. لباسای نساجی رو مجید میزنه درسته؟ آره مجید میزنه. این مجید کلا لباساش سیشماخه به نظر من. بریم سراغ کیت بعدی، کیت زباهن کبیر توی این فصل. زباهن هم کیتش جالبه انصافا برای این فصل، این طرح گل و بوته ای که توی بالای پیرنشون به کار رفته واقعا جذاب و قشنگه، ولی خب پایینش با ساده است. از صد رسیده به صفر از بالا پایین بخوای بیای پیرهنو، تقریبا یه چیزی عین همون سپاهانه، فقط اون اسپانسرای مزخرفو دیگه مثلا زباهن نذاشته. اجازه بدید من زباهنو میذارم توی خوبه، یعنی واقعا پیرهنشون جذابه. الان که پیرهن آلومینیوم دوباره دیدم قشنگ توی یه لولم پیرهن آلومینیوم و زباهن. و حالا بریم سراغ پیرهن فولاد خوزستان. آجی جالب انصافا پیرهن فولاد، اون نارنجی و قرمز خوشگلشون رو دارم، با یه طرحهای گرافیکی هم روی پیرهن اضافه کردن که واقعا به نظرم خوبه. حالا نمیخوام بگم خیلی قشنگه، ولی انصافا از نظر من جالب این پیرهن، اینم میذارم توی خوبه در کنار زب آلومینیوم.
حالا بریم سراغ او شمس آذر. وای 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 وای، اصلا شما کارو ببین، بنگر زیبایی را ای انسان، ببین چقدر قشنگ درست کردن این پیراهن. آخه طرح روی پیراهنشون گندمه. خب شمس آذر که خب میدونید مربوط به ماکارونی و ایناست، یعنی شرکت شمس آذر کارش تولید مواد غذایی، و این طرح گندمی که روی لباس به کار رفته به همون دلیله. بعد شما میبینید روی پشت لباس نقشه شهر قزوین رو گذاشتن، رنگ بندی هم که اصلا فوق العاده است، یه سبز لجنی تور با یه طلایی کرمی تور، یه چیز خیلی جالب شده به نظر من کیت امسال شمس آذر. 100% آقام شمس آذر میره بین گلگوهر و ملوان، و این سه تا کیت به نظر من امسال بهترین ها بودن. بریم سراغ اس خوزستان. استقلال خوزستان هم کیتش انصافا جالبه، یه رنگ آبی خوشگل، رو آستیناشون هم کارشون رو خوب درآوردن، این سفیده از پایین میاد کم کم محو میشه دوباره آبی اوج میگیره، و این طرح انتزاعی هم که میبینید روی پیراهن اس خوزستان، این با این مشکی کشیده شده، الگو گرفته شده از پل هشتم یا همون پل کابلی اهوازه، که خب اینم به نظر من خیلی جالب و جذابه که شما یه طرحی از شهرت، یه نمادی از شهرت رو به کار بردید روی پیراهن تیمت. استقلال خوزستان رو من میذارم توی خوبه، نه اینکه خیلی قشنگ باشه به نظر من، ولی واقعا به نظرم توی خوبا قرار میگیره. و حالا بریم سراغ پیراهن پرسپولیس عزیز. حاجی یعنی بجز این نمادایی که رو پیراهن به کار رفته، من نیلوفر آبی، رضا پیشو بود، کاوش بود، شیا بود، این چیزا دیگه اصلا هیچ نکته مثبتی نداره پیراهن پرسپولیس. آستینای چیری زوید چی هر سال میذارن من نمیفهمم. ببین من میگم به نظر من پیراهن پرسپولیس افتضاحه، نه اینکه فقط امسال، دو سه ساله که افتضاحه. امسال فقط یه کار مثبت و خوبی که کرده این مجید لعنتی، اومده 4 نماد ایرانی تو پیراهن به کار برده. پرسپولیس حاجی نمیدونم، من یا خیلی زشت میذاشتم، متوسط میذارم جهنم، فقط به خاطر اون نماده، یعنی فقط به خاطر اینکه یه معنی اون لامصب به پیراهن اضافه کردن، همین. البته اینم بگم کلا پیراهن استقلال پرسپولیس و خیلی رو مملکت ما حساسیت دارن روشون، همین پیراهن پرسپولیس 4 نماد ایرانه باستان گذاشته بودن درنشون رو سرویس کرد. خب بچه ها اینم بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، ساب کنید، زنگوله رو هم بفشارید، و توی کامنت ها هم شما هم نظرتون رو بگین، به نظرتون کدوم پیراهن از همه قشنگتر بود، کدوم زشتر بود، یا متوسط یا خوب هرچی. و اینکه اگر نظرتون مثبت بود برای اینکه برای تیم های اروپایی هم درست کنم ویدیو رو، لایک کنید دیگه، تعداد لایک ها زیاد باشه معلومه که شما خوشتون اومده، و ما میریم برای پارت های بعدی. بازم خیلی ازتون تشکر میکنم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی دیگر، فعل حال خدافظ.